درودی فراوان دارم حضور بینندگان عزیز. علی صداقتی هستم. از اینکه در این برنامه در خدمت شما دوستانم خوشحالم. در این برنامه در خدمت آقای آریان هستیم تا در مورد ویزای والدین یا پرنت بیشتر صحبت کنیم. بندم از ادب و سلام دارم خدمت دوستان عزیزم. خوشحالم که در خدمتون هستم و امیدوارم اطلاعاتی که ارائه میشه برای شما مفید و فایده باشه. از همین برنامه سلام و درود بیکران میفرستیم خدمت تمام پدران و مادران دوست داشتنی. جناب آریان، مسلما بسیاری از دوستانی که در استرالیا زندگی میکنن تمایل دارن که والدینشون رو به استرالیا بیارن و بتونن در کنار هم زندگی خوبی داشته باشن. ازتون خواهش میکنیم در مورد ویزای والدین بیشتر برامون توضیح بدید و انواع اونا خدمت دوستان خواهش میکنم. بله بله، ویزای والدین یا پرنت خب سال هاست که جزء برنامه مهاجرتی خانوادگی استرالیا هست. ساب کلاس های مختلفی هست سعی جان برای این ویزا. ساب کلاس 103، ساب کلاس 804، ویزاهای کانتریبیوتری پرنت که حالا اونا شرط خاص خودشو داره. به هر حال بیش از 7-8-9 ساب کلاس مختلف ویزا هستش که با توجه به شرایط پدر مادر، شرایط فرد داخل استرالیا، اینا میشه تصمیم گرفت که کدومی که از این ویزاها رو باید انتخاب کنیم و استفاده کنیم. بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتتون. اگر امکان داره در مورد شرایط این نوع ویزاها هم بیشتر برای ما توضیح بدین. خواهش میکنم. ببینید، یک نکته اصلی هست در مورد این ویزاها که به هر حال همشون شما باید یک پیش شرطایی رو داشته باشید. متقاضی، منظورم پدر مادرهای عزیز هستش، باید تعداد فرزندانی که در استرالیا دارن یا بیشتر از بقیه کشورها باشه یا حداقل نصف فرزنداشون در داخل استرالیا باشن. به این میگن بالانس آف فامیلی تست و اونها هم باید به صورت مقیم دائم شهروند استرالیا باشن و یا یک سری از شهروندان خاص نیوزلند هم که در استرالیا زندگی میکنن هم شامل این شرط خواهند بود. این بالانس آف فامیلی تست مثال مختلفی میتونم بزنم میزنه جا بیفته. مثلا پدر مادری که دو تا فرزند دارن و یکیشون در استرالیا هستش، شرایط رو داره، اقامت دائم شهروند استرالیا است، و یکیشون هم در ایران یا کانادا یا مثلا اروپا هر جای دیگه هست، شرایط رو داره. پدر مادری که 4 تا فرزند داره، دوتاشون اینجا هم، دوتاشون جای دیگه، شرایط رو داره. مثلا یک سری شرایط خاص دیگه هست، موردی هست، مثلا پدر مادری هستن که 5 تا فرزند دارن، دوتاشون استرالیان، یکیشون ایرانه، یکیشون مثلا اروپا است، یکیشون آمریکا. به هر حال در استرالیا تعداد فرزندانی که دارن، با اینکه نصف فرزندانشون کمتر در استرالیا هستن، تعداد فرزندانی که در استرالیا دارن از بقیه کشورهای دنیا بیشتره. باز همین تیک بالانس آف فامیلی تست رو اگر به صورت مساوی باشن به چه صورت میشه؟ مساوی که خب یک موردش که خدمتتون عرض کردم، یعنی مثلا دو تا فرزند دارن، یکی استرالیا یکی ایران، شدنیه. ولی مثلا اگر 6 تا فرزند دارن، دو تاشون استرالیان، دو تاشون ایرانن، دو تاشون مثلا آمریکان، این نمیشه با وجود اینکه مساوی هم با بقیه کشورها. این اون بالانس آف فامیلی تست رو نداره. جدول داره، حالا شاید جدولش هم مثلا توی وبسایت بذاریم. بسیار خوب، ممنون از توضیحاتتون. در مورد انواع ویزاهای والدین توضیح دادین. خب یکی از ویزاهایی که اکثر ایرانی‌ها اقدام می‌کردن در سال‌های نچندان دور روشی بود که هیچ هزینه‌ای برای این روش پرداخت نمی‌کردن و خیلی سریع هم درست می‌شد و می‌اومدن استرالیا. برای این ویزا چه اتفاقی افتاد؟ والا ویزای پرنت خالص اینطور نبود که هیچ هزینه‌ای هیچ وقت نداشته، ولی هزینه‌اش واقعا پایینه. بسیار پایین. الان در حد 3000 خورده دلار. متاسفانه خیلی دولت استرالیا از این ویزا مثل که خوشش نمیاد تو گروه پرنت، چون حالا دلایل خاص خودشون هم دارن. به هر حال کشور پیری داره میشه استرالیا و تقریبا همه مهاجران آسیایی مثلا چینی ها به خاطر قانون تک فرزندی که اونجا هستش شرط این ویزا رو دارن و و و خیلی از این ویزا خوشش نمیاد. به هر حال
شرایطی رو اعمال کرد حدوداً یک سال پیش که اصلا این ویزا رو داشت لغو میکرد. لغو کرد، از طرف مراجع بالاتر دستورش برگشت و هنوز هم ویزا رو میده، اما چون نوع ویزایی که طبق قانون میتونه سهمیه سالانه براش تعیین بکنه، انقدر این سهمیه سالانه پایینه و انقدر تعداد افرادی که متقاضی این ویزا هستن بالاست که در حال حاضر بالای 30 سال متاسفانه صف انتظار داره، که عملا به نظر من برای پدر مادر نشدنیه، خیلی مدت زمان طولانی. البته بعضی هستن با امید اینکه این سهمیه بیشتر بشه در سالهای آتی و این صف کوتاه‌تر بشه اقدام میکنن، که خب به هر حال شرایطی هستش که وجود داره. بسیار خوب، ممنون از توضیحاتتون. پس میریم سراغ روش دوم ویزای والدین که معمولتر هستش. ازتون خواهش میکنیم در مورد این نوع ویزا هم بیشتر توضیح بدیم. خب ببینید، این ویزای کانتریبیوتری پرنت شرط اصلی که همون بالانس اف فامیلی تست هستش که پابرجاست، یعنی باید بالانس اف فامیلی تست داشته باشن فرزندانشون در داخل استرالیا، کسی که اسپانسرشون میشه اقامت دائم استرالیا رو داشته باشه و حداقل هم 2 سال از زندگیش در استرالیا گذشته باشه. اگر سیتیزن استرالیا باشه فرزندشون و کمتر از 2 سال گذشته باشه، طبق شرایطی میشه حالا این کار رو انجام داد که معمولا خیلی دستیافتنی نیست این حالت. به هر حال باید 2 سال از حضور اون فرد در استرالیا گذشته باشه که به اصطلاح ستل شده باشه در استرالیا که بتونه اسپانسر پدر مادرش بشه. این شرط اصلیه. ویزای کانتریبیوتری پرنت هزینه بالایی داره، حالا با هزینه اپلیکیشن و هزینه خود هنگام گرانت ویزا، هزینه که میگیرن به عنوان سکند اینستالمنت، یک چیزی در حدود برای هر نفر بین 40 تا 50 هزار دلار مجموعاً هزینه خواهد داشت در حال حاضر. که حالا این هزینه رو کی باید پرداخت کنه؟ نوع پرداختش، خب یک هزینه که روی ویزا اپلیکیشن هستش در حد 2-3 هزار دلار پرداخت میکنن. پرونده بررسی میشه، صف میگذره، حدوداً اینم یادم رفت بگم که یه بین 18 تا 24 ماه طول میکشه، معمولاً بعضی وقتا کمتر از 18 ماه هم بررسی میشه، بستگی داره که کجا بررسی بشه و شرط لود کاری داره مهاجرت چطور باشه، چون تو استرالیا بررسی میشه، ولی خب در آفیس های مختلفه اینکه حالا لود کاریشون چطور باشه، معمولاً تا همون حلوش 1.5 سال طول میکشه از وقت بیشتر. در هنگامی که میخوان ویزا رو صادر کنن، اون مبلغ سکند اینستالمنت که مبلغ بالاتری 43 هزار تاست، اون رو میخوان. البته خب این الان در حال حاضر، ما ابتدای سال 2016 که داریم، این کوارتر اول 2016 که ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم، هزینه اینه. کلا در مورد همه اطلاعاتی که داریم اینجا ارائه میکنیم، ممکنه که بعدا هزینه فرق داشته باشه. بله، اون موقع باید پرداخت بشه. حالا البته دو نوع داره این نوع پرداخت که اونم میشه سوال کنیم. بسیار خوب. آیا این هزینه‌ای که پرداخت میشه برگشت میخوره یا نه کلن؟ نه، این دولت استرالیا تعلق میگیره. این هزینه‌ای که دولت استرالیا میگیره بابت این نوع ویزا، یعنی هزینه‌ای که خب ویزای خیلی گرونیه، پرخرجه، از عهده هر کسی بر نمیاد هزینه‌اش رو پرداخت کنه متاسفانه، ولی خب به هر حال شرایط اینطوره. یک نوع دیگه داره، یعنی ببینید من گفتم به دو صورت میشه اقدام کرد، یعنی میشه اقامت دائمش ساب کلاسش هست، شماره 143 برای دوستایی که میخوان بیشتر اطلاع داشته باشن، لینکاش رو سعی میکنیم بذاریم. یک نوع دیگه هست که شما میتونید یک درخواست 2 ساله بدید، ایزای موقت وارد استرالیا بشن پدر مادر، 2 سال در داخل استرالیا باشن و هزینه کمتری برای این ویزا موقع صدورش میخوان، کمتر از 20,000 تا، این ویزا رو صادر میکنن، وارد استرالیا میشن، 2 سال میتونن روی این ویزا باشن، توی این 2 سال هر وقت که بخوان میتونن درخواست اقامت دائم بدن، اون اقامت دائم که 143 هستش هر وقت میخواد صادر بشه بقیه مبلغ رو میگیرن. من معمولا دیدم که این گزینه برای پدر مادرها جذابتره، چون خیلی اصلا هنوز مطمئن نیستن بتونن بمونن، دوستان یه هزینه کمتری بکنن بیان، بعد اگر که موندگار شدن بعد کل هزینه رو بدن، که این گزینه هم براشون برقرار. در مورد سوال قبلی که ازتون پرسیدم میخواستم یکم بازتر بکنید. اگر فردی
حالا سیتیزن استرالیا شده، خب طبیعتاً 4 سال در استرالیا زندگی کرده، بعدش حالا بنا به هر دلیلی که در یک شرکت دیگه توی یکی از کشورهای اطراف یا حتی ایران مجبور شده به خاطر بله. کارش بره، آیا میتونه برای والدینش ویزای پرنتا اقدام بکنه یا خیر؟ ببینید، این 2 سال زندگی در استرالیا یه شرط جدیه، باید دلایل خروجشون از استرالیا، دلیل اینکه اون 2 سال تو استرالیا نبودن، خیلی دلایل قانع کننده باشه و به منافع استرالیا یه ربطی داشته باشه. به هر حال احتیاج داره که کیس بای کیس، پرونده اینا بررسی بشه، ببینیم که شرایطشون به چه صورت هست، آیا میشه ارائه کرد که به دلیل خاصی این پرونده ایشون بیرون از استرالیا بودن و هنوز هم شرایطه که اقدام برای ویزای پدر مادرشون دارن یا نه. فکر میکنم پرونده حالا اینو میشه جداگونه بررسی کرد. بسیار خوب، متشکرم. سوال بعدی این هستش که آیا این ویزا قابلیت تبدیل به اقامت دائم را داره یا خیر؟ خب ببینید، ویزای 143 که اصلا خودش اقامت دائم مستقیم. بسیار خوب. آره، اون اقامت دائم مستقیمه، اما ویزای 173 که گفتم 2 سال است موقته، خب با هزینه پایین تر میان، ولی هر زمان که دوست داشته باشن میتونن درخواست اقامت دائمشو بدن، منتظر بشن اون که صادر شد بقیه هزینه رو واریز بکنن. این دو نوع ویزا چه خدماتی را به والدین ارائه میکنه؟ آیا مدیکر هستن و خدمات این گونه میتونن استفاده بکنن یا خیر؟ بله، خب خدمات مدیکر، چون ویزای اقامت دائم مدیکر رو دارن، اما یک نکته هستش که جزء شرایط اقدام برای این ویزا و دریافت این ویزا این هستش که یک عرض کنم خدمتتون، باندی رو دولت استرالیا میگیره، AOS بهش میگن، که این باند باید پرداخت بشه توسط اسپانسر این فرد، متقاضی، یعنی حالا بچه‌شون یا حالا ارگانیزیشن هایی که کار رو جداگونه انجام میدن. $10,000 باید باند پرداخت بشه که برای این نو ویزا 10 سال برای کانتریبیوتری، 10 سال این باند باید در اختیار دولت استرالیا باشه. چه تاریخی این مبلغ باید پرداخت بشه؟ اینم همون زمانه. بعد این 10 سال از تاریخ گرانت میمونه یا از تاریخ ورود، 10 سال باید بمونه برای پدر مادر اونجا، این بمونه به خاطر اینکه پدر مادر اگر درخواست سوشال ویلفیر بکنن از سنتر لینک پنشن درخواست بکنن، اون هزینه هایی که به دولت استرالیا مترتب میشه از این باند کم میشه و عملا خب به یه صورتی پنشن، حقوقای بازنشستگی، ویلفیر رو تا 10 سال نمیده دولت استرالیا به پدر مادر، ولی خب از خدمات درمانی استرالیا میشه استفاده کرد. از این $10,000 فارغ از اون مبلغ بله این $10,000 فارغ از اون مبلغ هستش و جداگونه پرداخت میشه و به صورت باند پرداخت میشه، در حقیقت بر میگرده اگر تو این 10 سال هم از هیچ خدماتی استفاده نکنن اون بر میگرده. حالا سوال این هستش که خب افرادی که با ویزای والدین میان توی استرالیا میمونن، آیا میتونند بقیه افراد خانواده را اسپانسر کنن بیان یا خیر؟ همونجوری که تو جلسات قبلی اعلام کردید، افراد میتونن اسپانسر فامیلی بقیه اعضای خانواده‌شون بشن. بله، اون که دیگه مسلماً چون اقامت دائم دارن، به عنوان مقیم دائم هر کاری که لازم باشه بخوان میتونن بکنن. یه نکته من فراموش کردم فکر کنم جالب باشه بدونید، اونم اینه که این هزینه برای هر کدوم از والدین هست، یعنی پدر و مادر هر دو باید این هزینه رو پرداخت بکنن. یک مسئله هستش که یه اتفاقی می افتاده، یه قانونی چند سال پیش اضافه شده به این، اونم این بوده که مثلا جدا می شدن پدر مادر از همدیگه، بعد پدر می اومده یا جدا نمی شدن یکیشون می اومده، بعد اون یکی نمی اومده، هزینه یه دونه هزینه میدادن، بعد برای ویزای پارتنر اقدام میکردن که هزینه کمتری داره که فرد دیگه بیاد، که اینم از چند سال گذشته اینو جلوشو گرفتن که اگر فردی با این ویزا وارد استرالیا بشه تا چندین سال نمیتونه درخواست ویزای پارتنر بده. به هر حال جلوشو گرفتن، به هر حال کل هزینه هم برای پدر و هم برای مادر مجزا باید پرداخت بشه. بسیار خوب، متشکرم از راهنمایی هاتون. اگر توضیح تکمیلی دارید بفرمایید. نه،
امیدوارم که کمک بکنه این اطلاعات و دوستان و تصمیم صحیح بگیرن در مورد گزینه‌های مختلفی که برای ویزای پدر مادرشون وجود داره. بنده که شخصا امیدوارم که سایه پدر مادر همه دوستای ایرانیمون در استرالیا بر سرشون باشه، از موهبت وجود پدر مادر در کنار خودشون استفاده بکنن. بازم تشکر میکنم از ساپورتی که از برنامه هامون شده. حتما سوال بپرسید، شرایط خودتون رو مطرح بکنید بدون فیلتر، هر جوابی که لازم باشه به دردتون بخوره بهتون ارائه میشه و امیدوارم که سوالات زیادی از این دوستان در مورد ویزای پرنت به ما برسه که بتونیم گوشه کنارهای مختلف این نوع ویزا رو بررسی بکنیم. بسیار سپاسگزارم از شما که ما را همراهی کردین در این برنامه. منتظر سوالات، انتقادات و پیشنهادات شما دوستان هستیم که از طریق کانال‌های ارتباطی برنامه با ما مطرح بکنید تا در جلسات پرسش و پاسخ به اونها بپردازیم. به انتهای برنامه امروزمون رسیدیم. به همراه آقای آریان از حضور شما مرخص میشیم. تا درود دیگر، بدرود. خدا نگهدار.